درهای جدید در روند مذاکرات صلح افغانستان باز شد. گشایشی که تنها خلیلزاد و طالبان شاید بر آن توافق کردند و برمزاج حکومت افغانستان هیچ خوش نخورده است. آشکار شد که فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از بحر رهاسازی دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان از چنگ شبکه حقانی به کابل آمده است. در برابر طالبان فهرست 82 نفری را به خلیلزاد دادند. منابع نزدیک به این گروه میگویند زندانی های طالبان در سه بخش از این فهرست تقسیم شدند. بخشی از آنان در زندان بگرامن، بخشی در زندان پلچرخی و بخشی هم که در شهر کابل آزاد هستند به شدت زیر نظارت نهادهای امنیتی قرار دارند و اغلب آنها مقام های کلیدی گروه طالبانند. فرمانده های سابق طالبان، والی های سابق، بعضی افراد دیگری هم در اینجا هستند غیر از این دو نفر. ممکن است این دو نفر همونطوری که می‌دانیم در جنگ مسائل دستگیر نشدن، اما کسان دیگه هم هستن که اونا مستقیما در جنگ ها درگیر بودن، اونا هم در این لیست شامل هست. در حالی که خلیلزاد به شدت و شتاب زده برای پیدا کردن راه چاره از بحر رهایی دو پروفسور دانشگاه آمریکایی تلاش دارد، مشاور شورای امنیت ملی هم با سفیر روسیه در کابل دیده است و برای اجماع ملی و منطقه‌ای تاکید کردند. دیوی داس پروسه په حمایت کې چې مشریه او مالکیت د افغانانو سره وي، د سیمې د هیوادونو همکاري شرط ده. د دې همکاري د رامنځته کولو لپاره زموږ هڅې روانې دي. جهان به تماشای اقدام تازه از سوی زلمه خلیلزاد و حکومت افغانستان در روند صلح نشسته است. پیمان آتلانتیک شمالی هم میگوید ناتو هر تصمیم تازه‌ای برای افغانستان را در مشورت با هم پیمانانش میگیرند. اگر ناتو تصمیم به یک ماموریت کلان یا جدید در افغانستان یا جای دیگر بگیرد، ما نیاز به توافق تمام متحدانمان داریم. پیش از این زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالبان نیز در اسلام آباد و در رابطه به رهایی این دو شهروند آمریکایی و استرالیایی صحبت کرده بود. باورها بر این وجود دارد که سفر اخیر خلیلزاد به پاکستان و دیدار با رئیس ستاد ارتش این کشور بد دور از همین مورد نخواهد بود.